درود بر شما مخاطبان گرامی. در ایران جامعه روز به روز ملتهب‌تر می شود و مردم از خشم مشت بر مشت می کوبند. هر تجمع محدودی به بهانه‌ای برای تظاهرات گسترده علیه رژیم جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه تبدیل می شود. آخرین این بهانه‌ها شادی در پایان قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس بود که به سرعت شعارها از فوتبال جدا شده و به شعار علیه رژیم تبدیل شد. تظاهراتی که فردای آن روز در نزدیک به چهار راه ولیعصر ادامه یافت. شعارهایی همچون آخوند باید گم بشه و مرگ بر اصل ولایت فقیه از زبان معترضان نمی افتاد. حتی وقتی جمعیت در ایستگاه‌های مترو متراکم می شود، مردم فرصت سر دادن شعار علیه حکومت پیدا می کنند. نقش مجلس و نمایندگانش که عمدتاً بازنشسته ها و یا از لباس درآمده های سپاه هستند و یا از اعضای جبهه پایداری اند، دم به دم بر خشم مردم می افزاید و نمک بر زخم مردمی که زیر بار انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و بیماری قرار دارند می پاشد. نمکدان این نمک هم شخص رهبر رژیم یعنی علی خامنه ای است که روز به روز به موقعیت مشابه سقوط دیکتاتورهای عصر حاضر مانند قذافی نزدیک می شود. فیلم های سخنرانی ها و ادعاهای گذشته او که در مغایرت کامل با حرف ها و مواضع کنونی اوست به سرعت از آرشیوی که معلوم نیست در داخل کشور در اختیار مخالفان اوست و یا به خارج از کشور منتقل شده است در اینترنت قرار می گیرد و او را رسواتر می کند که نمونه آن را در ادامه می توانید بشنوید. سخنانی که او 3 دهه پیش به زبان آورد و اکنون بلای جانش می شود و راه آزادی را به مردم نشان می دهد. در ادامه این برنامه به این سخنان خوب دقت کنید تا ببینید که دیکتاتور رژیم و رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی چگونه خودش را معرفی می کند و راه سقوط خودش را نشان می دهد. امروز شما در دنیا ملت‌های زیادی رو می‌بینید که بر هر کدام از اونها یک دستگاه قدرت متشکل از چند انسان، اونم انسان‌هایی که از خود این مردم قوی‌تر نیستن، دارن حکومت می‌کنن و مثل یک بچه‌ای که مهار شتری رو به دست بگیره و هر جا که می‌خواد او رو ببره، شطور رام این ملت رو به هر جا که دلشون میخواد میبرن و مصالح او رو در نظر نمیگیرن. خب چرا این ملت ها این وضع رو تحمل میکنن؟ وقتی در درون خودشون دچار ترسند، دچار طمعن، وقتی از یک پلیس موظف از قبل اون قدرت ها میترسند و از او حساب میبرن و جرأت اظهار وجود نمی کنن و جرأت نفس کشیدن نمی کنن، وقتی از مرگ می ترسن، از بیکاری می ترسن، از گرسنگی می ترسن، از ناراحتی و سختی می ترسن، لازمه طبیعیش اینه که اسیر اسارت ها و زنجیر های بیرون از وجود خودشون هم می شن. شما به ملت خود ما نگاه کنید، اون روزی که این ملت در زیر اختناق رژیم ستمشاهی نفس نمی کشید، از کسی صدا در نمی آمد، انسانی جرأت نمی کرد که به وضع و به اون همه بدی و شرارت و ظلم اعتراض بکنه، اون دستگاه جبار و ظالم با خیال راحت می روند، سواری می گرفت. چرا نگیره؟ اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستند، حصار طمع رو شکستند، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن،
اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشونه. علی خامنه‌ای رهبر خودخوانده رژیم جمهوری اسلامی در این سه دهه و به ویژه در 15 سال گذشته چنان در هر مسئله کوچک و بزرگ داخلی دخالت کرده است و چنان در مقابل مردم و رأی و خواسته آنها ایستاده و منفورترین روحانیون را در رأس نهادهای انتصابی برگمارده است که اکنون مردم ایران تنها او را مهمترین عامل انحطاط ایران می دانند. جامعه ایرانی به شکلی در آمده است که هر تجمع 200-300 نفره آخرش منجر به اعتراض و شعار علیه اصل حکومت می شود. علی حسنزاده جوانی که در تجمع اعتراضی فردیس کرج پلاکارد بالای سرش برده بود و نوشته بود که ما اغتشاشگر نیستیم، ما معترضیم و مملکت ما این همه معادن نفت و طلا دارد ولی مردم ما در سطل آشغال ها به دنبال غذا می گردند، توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و به دادسرای فردیس انتقال داده شد. قاضی سه بار از اون می پرسد که ابراز ندامت و پشیمانی می کنی که ولت کنم بری؟ او جواب می دهد من پشیمان نیستم و یک معترض هستم و از مرگ نمی ترسم. او هنوز در بازداشت است. اکنون بر همه مشخص شده است که در رده اول صف شخص رهبر خودخوانده رژیم جمهوری اسلامی است که برای کشور بحران می سازد. برای مثال، طرح مجلس موسوم به صیانت از فضای مجازی جامعه را مانند اعلام گران شدن بنزین در آبان سال 1398 ملتهب کرده است. آن طرح یعنی گران شدن بنزین به دستور مستقیم شخص علی خامنه ای انجام شد و طرح مجلس برای مسدود سازی اینترنت نیز به دستور رهبر رژیم در حال تصویب و اجرا است. گرانسازی بنزین به یکی از وسیع ترین و خونین ترین اعتراضات مردمی تبدیل شد که در آن محروم ترین اقشار اجتماعی نیز در کنار اقشار متوسط اجتماعی به میدان آمدند. البته اشتباه نشود، اقدامات علی خامنه ای موجب شده که حتی اگر او هم برود دیگر با این رژیم مملکت اصلاح نمی شود. وقتی به قوانین و اختیاراتی که قانون اساسی به نهاد رهبری داده است دقت می کنیم مشخص می شود که برکناری علی خامنه ای به طور حتمی نمی تواند راه حل مشکل فعلی باشد. اگرچه خوی سلطه طلبی او باعث گسترده شدن نفوذش در کشور شده است، اما واقعیت این است که هر کس دیگری هم اکنون جای وی قرار بگیرد با این سطح از اختیاراتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است و با نهادهایی که اکنون در اختیار بیت رهبری قرار دارد به همین مسیر خواهد رفت. کاهش اختیارات رهبر و توزیع آن به سایر نهادها و پاسخگو کردن تمامی نهادهای سیاسی کشور به خصوص شخص اول کشور با هر عنوانی اعم از رهبر، رئیس جمهور و یا غیره و همچنین باز کردن راه بازنگری دوره‌ای در اصول قانون اساسی از جمله مواردی است که دست کم بین تمامی افراد منتقد در مورد وضع موجود مورد توافق است. شاید برکناری علی خامنه ای بتواند به عنوان تنها یک مسکن موقت عمل کند، اما بدون تغییر بنیادی در قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور بحران ها حل نخواهد شد. تغییری که شاید نتیجه آن این باشد که مردم ببینند جمهوری اسلامی با آن تغییرها دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود و از اساس رژیم باید برکنده شود. به عبارت دیگر، انتخاب شعارهای این روزهای مردم معترض بسیار هوشمندانه است. آنها هم شخص علی خامنه ای را به عنوان یک رهبر مادام العمر نمی‌خواهند و هم معتقدند ساختار سیاسی رژیم جمهوری اسلامی اصولاً ظرفیت بهبود وضعیت را ندارد و در حقیقت تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح اساسی نشود و یا جمهوری اسلامی از اساس برکنده نشود
امکان بهبود شرایط کنونی اصلاً وجود نخواهد داشت. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.